آنا با خود گفت. خدای من، عقوبت چه گناهی چنین مرا مستحق بی توجهی ساخته؟ تاوان چه خطایی است که چنین در نظر دیگران کوچکم کرده؟ بخشایشت آرامم می سازد. اگر حرفی بر زبان آوردم که باعث رنجش دیگران شده یا کاری کردم که مرا خودخواه جلوه داده، تن و جانم را به تو می سپارم. یاریت را می خواهم. یاریت خدای خوبم. چرا فرزانه، جواب تلفن رو بده. آرش بیداری؟ تمومش کن دیگه، از کجا میدونی اونه؟ میدونم که خودشه. الو فرزانه. سلام. سلام، بیدارت کردم؟ نه، بیدار بودم. دیشب زنگ زدم. امروز میتونم ببینم؟ سارا جان، گرفتارم. باور کنم؟ باشه، یه وقت دیگه. اتفاقی افتاده؟ نه، چه اتفاقی؟ ولی من فکر کنم اتفاقی افتاده. سارا، هیچ اتفاقی نیفتاده. کاری نداری؟ نه. خدا نگهدار. تو باید بری پیش دکتر. هوا چیزی نیست، یه سرماخوردگی مختصره. تمام بدنم درد میکنه. تو فکر میکنی هنوزم بشه یک ردی پیدا کرد؟
امیدوارم. من هنوزم نمیفهمم تو چه اصراری داری دختر پارسا رو پیدا کنی. نمیدونم، به نظرم میرسه که این اسم آرزو یه خاطرات گنگی رو به ذهنم میاره. نمیفهمم. خاطرات؟ آره. ببین احمد، من میخوام یه چیزی ازت بپرسم. چی؟ به نظر تو کار دیروز ما اشتباه بود؟ منظورم رفتن خونه اون آقاست. اگه منظورت مادر امیره، خب منم ناراحت شدم. نمیخواستم اونو درگیرش کنم، ولی دیگه چاره ای نداشت. اگه اون آقا بازم پیداش بشه چی؟ امیر، این بار قلمه باشو خورد میکنم. ولی اون ظاهرا دست بردار نیست. چی شده؟ نکنه رفته سراغ سارا؟ خودش نه. مادرش؟ نه، یه نامه فرستاده بود. نامه؟ آره، من دیشب پیش سارا بودم، لابد فکر کرده سارا تو خونه تنهاست، یه نامه فرستاده بود در خونه. اعتراف میکنم که من این پسر رو نشناختم، حرفوی عجیب غریبی تو نامه به سارا زده بود. تو از کجا میدونی؟ خب، برای اینکه من نامه رو ندادم به سارا. تو فکر میکنی من واقعا باید این کار رو میکردم؟ نامه رو باید میدادم بهش؟ اون نامه حالا کجاست؟ چرا پارش کردی؟ گفتی سارا نامه رو نخونده؟ نه، برای اینکه میخواستم اول با تو مشورت بکنم. کار خوبی کردی، ولی دیر یا زود سارا موزه نامه رو میفهمه. اگه دیگه امیر رو نبینه چی؟ بفرمایید مادر. مراقب باش. بدید. دنبال چی میگردی مادر؟ دنبال چی میگردم؟ خیلی وقتی ازشون دور بودم، دلم براشون تنگ شده. سر حالم؟ کیا؟ ما، انار، گلام، درختام، همشون زنده. بله، معلومه این بندت بابا حسابی بهشون رسیده. سرحال سرحال. درخت موتونم شکوفه داده. وقتی میرفتم تازه جوونه زده بود. تو خسته ای، برو استراحت کن. برو. نه مادر، باید برم بیرون، کار دارم.
باشه، ولی زود برگرد، پدرت یکی دو ساعت دیگه میاد. باشه، زود برم. فعلا خدا. خدا. خدمت شما. خیلی ممنون. خیلی شما را نکنم. بله، داروخونه بفرمی. سلام مریم، چطوری؟ خوبی؟ کمند خوبه؟ آره؟ نه، امروز من کار دارم. بیام بعد این شربت رو بخور. برم زنگ بزنم. نمیخورم بابا. این سعید داروهاتو بگیره بیاره. سلام آقا محمود. سلام نرگس خانم، رسیدم به خیر. ممنون. چشمات چطوره؟ خوبه. دکتر چی گفت؟ تا کی قرار همینجوری بسته بمونه؟ یه هفته دیگه میتونم باز کنم، ولی گفت اگر از نور شدید محافظتش بکنم فردا میتونم باز کنم. یه ماه دیگه هم برای عمل دوم باید برم تهران. خوب. با امیر اومدم. امیر؟ حالا کجاست؟ یه دقیقه رفت بیرون، برمیگرده. خب، عروستو دیدی؟ نه. چرا؟ آخه با اینا که نمیشه چیزی دید. چطور طاقت آوردی؟ میدونی چی فکر میکردم؟ میگفتم کسی نمیتونه جلوی نرگس تاب بیاره، کسی جرأت مخالفت کردن نداره. یهو میبینی در باز میشه، نرگس دست پسر و عروسشو گرفته آورده. باید فراموشش کنیم. مگه قراره ما فراموش کنیم خانم؟ پسرمون یه دختری رو پسندیده. قصه یکی دو ماه نیست که بتونه فراموشش کنه. من امیر رو به خاطر همین آوردم اینجا. میخوام یه مدتی از تهران دور باشه. از شمام خواهش میکنم هیچی ازش نپرس. نمیخوام به فکر تهران و اون دختر باشه. دلم میخواد بدونم تو چی دیدی که اینجوری به هم ریختی؟ من تو دنیا همین یه پسر رو دارم. برای بزرگ کردنش هم خیلی زحمت کشیدم. فکرم میکنم که خوب تربیتش کردم. تحصیل کرده، با ادب. نمیخوام کاری بکنم که بعدن یه عمر افسوس بخورم. نگفتی چی پیش اومده نرگس؟ برادر دختر بزرگترشه، همونی که تو بیمارستان دیدیم. خب؟ سرپرستشه. برادر به هیچ عنوان حاضر به وسط امیر و سارا نیست. تازه فهمیدم که پسرم کم تأخیر نشده. ولی این وصلت باید صورت بگیره نرگس. من به پدر سارا قول دادم. اون مرحوم اینو از من خواسته. به چه قیمتی؟ این برادری که من دیدم هیچ جوری راضی نمیشه که این دوتا به هم دیگه برسن. بهتره فعلا فراموش کنیم آقا محمود. سلام. سلام علیکم. شمایی؟ نسخه بردم. احمد مریض شده؟ فکر میکنم یه سرماخوردگیه. اینا که داروهای خیلی ساده ایه. این همه را پاشدین اومدین اینجا کنار بگیرین. از هر داروخانه دیگه ای هم میتونستین بگیرین. من که از نسخه و دوا سر در نمیارم. راستی ماشین دیگه ایرادی نداره؟ نه. واقعا این مدت من مزاحم همه شدم. مزاحم شما، مزاحم سرای خانم. خصوصا با مانتویی که برام خرید واقعا منو شرمنده کرد. ای بابا، قابل شما رو نداشت. ولی من دلیلش رو هنوز نمیدونم. مگه هر چیزی دلیل میخواد؟ من عادت کردم دلیل و علت هر کاری رو پیدا کنم. برای همین باید جبران کنم.
اجازه بدین داروهاتونو بیارم. راستی چهارشنبه یادتون نره. چهارشنبه؟ مهمونی سریا دیگه، به خاطر شما. حالا چرا چهارشنبه؟ این یکی رو دلیلش رو میتونم بگم، چون شما پنجشنبه تعطیلید، به خاطر مهمونی رو گذاشته شب قبلش. مثل اینکه سریا جون از همه چیز خبر دارن. بفرمایید این داروات سلام برسونید. چشم سارا خانم، ببخشید ساعت کار شما، منظورم اینه که روزا تا کی سر کار هستید؟ ساعت 2 بعد از ظهر. چطور؟ هیچی، همینطوری. خب میدونید گاهی وقتا پیش میاد مثل حالا نسخه داری. با اجازه شما، شما کاری ندارید؟ نه خیر، خدافظ. سلام برسون. سلام علیکم آقا، ببخشید از آقای ناصری همسایه‌تون خبر نداری؟ رفتن مشهد. رفتن مشهد؟ نمیدونین کی؟ دیروز با مادرشون. آقا خانم خیلی ممنون. خانم مطمئنم اگه شما هم اونجا بودی و احمد آقا رو میدیدی نظرت عوض میشد. من خودم باید برم تهران. این چه حرفی آقا محمود؟ خیلی ممنون بچه ها، فعلا خداحافظ، بعدا میبینم. امیر اومد؟ آقا محمود چشم، من چیزی ازش نمیپرسم. فکر کردی آوردی مشهد، فکر دختره از یادش میره؟ سلام پدر. سلام آقای دکتر، حالتون چطوره؟ قربانه، بفرما. خیلی ممنون. سلام مادر. سلام، دیر کردی مادر. آره رفته بودم سراغ چند تا دوستم. میدونم مادرت که از دستپخت من خیلی خوشش اومده. از بوش که معلومه خیلی خوشمزه شده. حتما همینطوره. تو از کجا میدونی؟ خب از اونجا که یه عمر شاگرد مادرین دیگه. از شما درد نکنه، مراقب حرف زدنت باش، پدرت از شوخی خوشش نمیاد. بله بله، من که تسلیمم، هم در برابر پدر هم در برابر شما. البته این فقط در مورد غذا نیست، در مورد همه چیز. حالا زود میخوا برگردی؟ نمیدونم. بذار غذاشو بخوره. بکش بسرم، بکش. آقای لیوانا، باید برم نمایشگاه، نمیخوام دوباره صدای بابا در بیاد.
احمد چطوره؟ بهتره، فعلا خوابیده. ببینم دوا از کجا گرفتی؟ وای فرقی میکنه، دوا دواست دیگه. واسه تو که فرق میکنه. بشین آب تو بخور. سلام اسون. برخوردش با چطور بود؟ ها؟ خوب بود. تو هم بابت دیروز خیلی تشکر کرد. وقتی دیر کردی یا حد سادم رفتی اونجا. سرعی ها چیه؟ نمیدونم چطور بگم. اون زیادی خوبه. منظورم میفهمی؟ زیادی میدونی؟ میدونم. میخوای بگی اون ممکنه به تو فکر نکنه نه؟ آخه اون دکتره. اما من چی؟ تو چرا خودتو دست کم گرفتی؟ تو 4 سال از اون کوچیکتری. تازه درستم میتونی ادامه بدی. به علاوه از لحاظ زندگی تو از اون خیلی سرتری. خب حالا نظر احمد چیه؟ باهاش صحبت کردی؟ اون از خدا میخواد. تازه بذار بابا بفهمه، خیلی خوشحال میشه. هر چی هم که بخوای سعید برات فراهم میکنه. فقط نظر سارا خانم برام مهمه. عجله نکن. تو بعد یه فرصتی هم به سارا بدی تا یه جایی تو دلش واسه تو باز بکنه. تو مهمونی چهارشنبه شب سعید باید حسابی خودتو نشون بدی. خب احمدم تا اون موقع حالش خوب شده. بهتره کلیدای خانم گم شده دستور بفرمایید که یه دونه براتون کپی بزنم که وقت و بی وقت مزاحم چاکر نشید. سلام. سلام. میدونم که دوست داری من برات در باز کنم. ولی داشتم با تلفن صحبت می‌کردم. با کی حرف می‌زدی؟ دوستم بود بابک. کسی برام زنگ نزد؟ نه، منتظر تلفن بودی. زیاد تلفن اشغال نکن. بهتره خانم دیگه سر کار نرید. چون از وقتی که میرید سر کار، وقتی بعد از اون برمیگردید اخمویید. قضام یا شور میشه یا بی نمک. سلام آقا. سلام. چی کار داری میکنی؟ آقا تعمیر میکنیم دیگه. میبینم اما دلیلشو نمیدونم. خبری شده؟ گفتیم تعمیر باشه بهتره. هر روز صبح باید کلنجار برم که ته دستت بگیری. حالا میگی داریم تمیز میکنیم بهتره. خب آقا سعید گفت اگه تمیز باشه بهتره دیگه. آها پس دستور آقا سعیده. خودش کجاست؟ رفت چک وصول کنه آقا. سلام بابا. سلام آقا سعید. سلام. صبح داشتم از تعجب شاخ در میوردم. آخه ندیدم تو صبح به این زودی از خونه بزنه بیرون. رفتم دعوای احمد رو بگیرم. احمد؟ آره یکم کسالت داشت. بعدم فکر کردم صبح زودتر بیام سرکار خیلی بهتره. خب چکا خوابونی بسا؟ نه رفتم بانکش وصول کردم. تو رفتی اون سر شهر چک وصول کردی؟ لابد پولاش هم ورشه امروی خودت آوردی؟ تو که چیز یاد میگیدی؟ بردم ریختم به حساب خودمون. خب بابا فردا چک داریم. حالا میمد تو حساب میخوابونی، فردا نمیمد آبروزی میشد. هزار جور درد سر داشت. سلام دخترم. آقای حقیقت هستن؟ بفرمایید. خواهش میکنم. متشکرم. سلام علیکم. سلام آقای جباری. چه عجب این طرف ها؟ آمدم با یه ملک درجه 1 اوکازیون. آپارتمانه؟ نه آقا جان، حیات، ویلا در بهترین نقطه تهران با 3200 متر. برگشتی؟ حوصله نداشتم تا آخرش برسم. زود بلند شدم اومدم. ببینم همه این گلا رو خود کاشتی؟ بله.
این گوجه ها رو که الان کاشتم، اونورم که پونه و سبزی خوردن و این گلها رو هم اگه بشه اونجا میخوام بکنم. بیا بهروز، این گوجه هم کار توه، بگیر اونجا از اونجا شروع کن بکاشتن. من که علاقه به این چیزا ندارم، از تو هم تعجب میکنم. بیا بگی به جای تعجب کردن کمک من کن، اینا رو از اونجا شروع کن بکاشتن. کاش میمونی فیلم اون رو نگاه میکردی. شما رو تو به این کارا چند روزی از فرزان خانم آرش خبر نیست. ای دوستای بی من، یکیشون هم حال آدم رو نمیپرسه. میوه گرفتی؟ میوه؟ تا یه هفته دیگه هم میوه داریم. از اون مهمونی برگزار نشده یه عالمه مونده. من که باورم نمیشه. از آقا امیر واقعا بعید بود. حداقل با یه زنگی میزد. ببینم سارا تو یه چیزی میدونی نه؟ من هیچی نمیدونم. فکر میکنی چی شده سارا؟ نمیخوام فکر کنم. به هیچی. غلام، من به تو نگفتم پشت فرمون نشین. به خدا نمیخواستیم بشینیم آقا. من گفتم بابا، دست فرمونش خوب شده. پیداست. یه ساعت من اینجا منتظر گذاشتین. آقا جباری، برای پیکان سفید مشتری اومده بود. آقا سعید همه کارشو راست ریس کرد. چند؟ 4200. هفته دیگه هم محضر. پولا هم گذاشتم تو گاف صندوق. خب پیداست اون قدم که من فکر می‌کردم بی استعداد نیستی. خب غلامو برو تو در مغازه. چشم آقا، خداحافظ. خداحافظ. سعی تو به من بیا بریم. از الان؟ زود نیست؟ باید کار دارم. خب، کجا باید بریم؟ کجاش با تو؟ منظورتون چیه؟ آخه دوتا آدم مجرد که تو خونه هیچی برای خوردن ندارن کجا میرن؟ رستوران. متشکرم. بعد از ازدواج ثریا همیشه تو فکرم بودی. خیلی وقتا آرزو داشتن بشینیم و مثل دو تا مرد با هم حرف بزنیم. یه پدر و یه پسر خیلی حرفا دارن که با هم دیگه بزنن. از وقتی مادرت مرد خیلی دلم میخواست برات مادری هم بکنم، اما مثل اینکه حالا جای خودم رو دست دادم. ولی بابا اصلا اینطور نیست. چرا؟ میدونی سعید، بعضی ها وقتی شکست میخورن همه چیشون رو دست میدن. بعضی ها پا میشن سر پا که جبران کنن. بعضی ها وقتی شکست میخورن شکست رو تبدیل به یک کینه میکنن و تو سینه شون جا میدن و این کینه هرچی قدیمی تر باشه رگ و پیش بیشتر در سینه شون جا میدن. دیگه سال و ماه براش فرقی نداره. هر صبر میکنه تا وقتش برسه. من خیلی سختی کشیدم ولی از پا ننشستم. حالا فکر میکنم دیگه وقتش رسیده. حالا دیگه داره سر باز میکنه.
خیلی دلم میخواد معنی حرفاتون رو بفهمم. میفهمی. حالا میخوام از خودت بگی. چی بگم؟ فکر کردی ناره امروز به چه مناسبته؟ امروز خوشحالم. برای خودم، برای تو، برای تو که مقابلم نشستی. میخوام باور کنی که همه امیدم تویی. اما ازت گله دارم. چرا؟ چرا؟ من باید موضوع ازدواج تو رو از غلام بشنفم. بی معرفت. پس ندونه چله دهنش رو بگیره. دوستش داری؟ کیه؟ وقتی قدی شد بهتون بگم. مهم نیست. دختر شاه پریونم که باشه واسهت میگیرمش. واسیتش دو سه روز بیشتر نیست که این قضایی ها پیش اومده. مهم اینه که هم دیگه رو بخوای. نمیدونم. من باید حالا از سریا تشکر کنم یا زرنگی خودت بود؟ واسه سریا پیشنهاد کرد. اما نگران هیچی نباش. مهریه هر چی باشه. مراسم توی بهترین باغای این شهر. کادوی منم یکی از ماشینایی که تو نمایشگاه دارم. چیه؟ راضیت نمیکنه؟ نه. باورم نمیشه. پسر من هر چی دارم مال توه. باورش کن. اومدم. سلام. سلام خانم. خسته نباشی. شما خسته نباشی. ممنونم. هنوز از اتاقش در نیومده؟ رفته بود حرم. تازه اومده. نگفت که میخواد برگرده تهران؟ نه. صلاح ندیدم چیزی بگم. فکر کردم بالاخره خودش به نتیجه برسه. هرچی بیشتر تو مشهد بمونه بیشتر فکر میکنه. هرچی فکر بکنه به نفعشه. نرگس میدونم چی میگی اما بیفایده است. تازه درسش چی میشه؟ نگران درسش نباش، به وقتش میره. هیچ وقت اینطور نبوده نرگس. پسرم غمگینه. تو خودشه. اجازه بده به حال خودش باشه محمود. دلمون خوشه پسرمون اومده پیشمون. میترسم یه طوریش بشه. طوریش نمیشه. میخوام باش حرف بزنم. انقدر نگران نباش محمود. اون برای خودش یه مرد شده. پس میتونه خوب و باده تشخیص بده؟ معلومه که میتونه. فقط باید بهش کمی فرصت بدیم دل بکنه. چی میگی نرگس؟ فکر کردی چند روز بیاری مشهد موضوع رو فراموش میکنه؟ آرومتر. من که رفته بودم کارو تموم کنم. دلم هنوزم پیش اون دختر. ولی آخه عقل چی میگه؟ کار دل چه ربطی به عقل داره؟ تو هم عین اون امیر میخوای چشاتو ببندی محمود. هنوز اون مرحوم تو نظرمه. حرفاش، اصرارش، چیزایی که در مورد دخترش میگفت. بله، چند بار اینو گفتی. چیزایی هم هست که نگفتم چون نمیتونستم. آره، اتفاقا منم چیزایی میدونم که نگفتم. کاش اونجا بودی، کاش اونجا بودی و میشنیدی احمد آقا. نرگس. میخوای بدونی؟ میخوای برات بگم؟ حرفاش مثل تیر تو قلبم نشست. هر وقت به یاد حرفاش میفتم قلبم آتیش میگیره. گوش کن، برادرش میگفت چرا امیر دست از سر خواهرش بر نمیداره. میفهمی؟ امیر من نرگس میگفت خواهرش خواستگار داره. محمود راضی نشو پسرتو خوار ببینی. ولی اون دختر؟ اون دختر یه فرشته است. یه فرشته ای که اسیر دست اوناست. اونا نمیذارن امیر به اون دختر برسه. من دلم برای اون خیلی میسوزه. شاید بیشتر از پسر خودم. گفتی بهش میخوام باش حرف بزنم؟ خیلی وقت منتظرت. پدر شما میخواستین چیزی به من بگین؟ من منتظرم.
بله، از مرحوم ستوده. شما چی شنیدید؟ مرحوم ستوده به شما چی گفته؟ اون خدا بیامرز از تو به عنوان دامادش یاد میکرد، میگفت سارا عروس شماست. برای من همین قدش کافیه. برای تو آره، ولی ای کاش احمد آقا موقع وصیت پدرشون اینجا بود. اون اجازه دخالت نداره خانم. اجازه نداره؟ اون برادرشه، قیمشه، بزرگتر خانواده است. شماها چتون شده؟ پدرت هم مثل تو فکر میکنه. چطوره محمود دست پسرتو بگیری ببری تهران همه چی رو تموم بکنی؟ در حال نظر منو که میدونی، تا احمد آقا نظرش برنگرده، تا راضی به این وصلت نباشه، منم رضایت نمیدم. الو. سلام خانم دکتر. خیلی ممنون. سارا یکم کسلت داره، فکر نکنم امروز به دارو خانه. بله چشم، میگم با اتون تماس بگیره. خداحافظ. الو، سلام آقا آرش. حالتون خوبه؟ بهروز هستم. ببخشید، میتونم با فرزانه خانم صحبت کنم؟ الو، سلام فرزانه خانم. خیلی ممنون. سارا چند روز داروخانه نمیره؟ بله. حالش خوب نیست اصلا. فکر کنم از اون روزی که قرار بود شما با مادر آقا امیر بیاید اینجا. غذای من تا یکی دو ساعت دیگه آماده میشه. دیر نکنی ها؟ نه، طبق برنامه ما میریم پیش سارا. من نمیخوام این همه تدارک به هم بخوره. چی؟ فرزانه رو دعوت کنم؟ هرگز. این یه مهمونی خانوادگیه. تازه مگه یادت رفته همین خانم و شوهرش باعث آشنایی سارا با اون پسره بودن. گوش کن احمد، گوش کن یه دقیقه. ببین، من امروز زنگ زدم بهروز حال سارا رو بپرسم. گفت داروخانه نرفته، دوستاش هم نمیبینه. یادت بهت میگفتم کافیه ما سارا رو تنها نذاریم. همه خوابایی که دیگران براش دیدن و آشفته میشه و بالاخره ولش میکنن. حالا چطوره؟ خوبم. بریم زیر آلاچیق، اونجا راحت تره. معلومه توی ترکی، نه؟ تو ترک؟ منظورت چی؟ داری خودت رو تنبیه میکنی؟ من که از حرفات سر در نمیارم. چطور سر در نمیاری؟ ببینم، امروز سرای خانم پیشت نیست؟ البته خوشحالم. تو که میدونی که من دلم میخواد همیشه دور و برت شلوغ باشه. اگه اومدی اینا رو بگی، بهتره بدونی امشبم سرای خانم اینجاست. راست میگی؟ چه جالب. حتما یه مهمونیه دیگه. بله. لابد اونم به افتخار تو. بله. عالیه. حتما همه هم هستن. داداش احمدت، زن داداشت سرعی خانم، برادرش. راستی اسمش چی بود؟ شرم‌آوره. بلندتر بگو بشنوم. من آمادگی حرفای بدتر از اینم دارم. فرزانه، تو چرا؟ اتفاقا اومده بودم اینو از تو بپرسم. فکر کردم یکی پیدا شده حالمو بپرسه. خب منم فکر میکردم وقتی منو ببینی
اولین سوالت اینه که این چند روزه من کجا بودم؟ چرا نیومدم؟ من خواستم بپرسم، نه حالا. همون شبی که نیومدی تو همش تفره رفتی. من نگفتم ولی تو فهمیدی، اما هیچ کاری نکردی. من چی کار باید میکردم؟ باید پا میشدم میرفتم مشهد دنبال امیر و مادرش، عذرخواهی میکردم، گفتم ببخشید که فعلا آمادگی ازدواج ندارم. تو فهمیدی اونا به جای اومدن به اینجا به مشهد رفتن؟ بله، اما حتی یه نفر به خودش زحمت یه تلفن زدنم نداد. داشتم دیوونه میشدم. اگه در خونه امیرینا هم نرفته بودم از رفتنشو خبردارم نمیشدم. یعنی اون شب تو خونه بودی؟ از چی حرف میزنی؟ همون شبی که قرار بود من و مادر امیر بیایم پیشت دیگه. بله، خونه بودم. دیگه کی بود؟ معنی این سوالاتو نمیفهمم. سریا؟ بله، سریا با برادرش. این سوالا چیه که میکنی؟ سارو جون منو نگاه کن. یعنی اون شب یه نامه دستت نرسید؟ نامه؟ از کی؟ چی شده فرزانه؟ سریا کجاست؟ امشب قراره بیاد اینجا. منم باید امشب بیام همراه آرش.